متشکرم. خیلی ممنونم. متشکرم از لطفتون، خیلی متشکر از حضورتون. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد سیستم آموزشی یکمی امشب حرف بزنیم. خوبی تکرار بیش از حد واژه های ترسناک اینه که باعث میشه به تدریج ترسمون ازش بریزه. مثلا همین واژه مافیا. هنوز در ایتالیا اسمش که میاد همه درها رو سقفله میکنن، کمودا رو هل میدن پشت در. اینجا سرویس مدرسه 10 دقیقه با تاخیر میاد، بچه 8 ساله سر تکون میده، میگه امان از مافیای طرح ترافیک. به همه چیز و همه کس یه مارک مافیا میچسبونیم. یعنی الان خود رئیس مافیای ایتالیا بیاد اینجا بخواد یه زیرپله اجاره کنه که یه مافیای کوچولوی جمع و جور راه بندازه، احتمالاً از مدارکش ایراد میگیریم. همین اخیراً در یه فروشگاهی دنبال بسته شوید خشک میگشتم، فروشنده گفت تموم کردیم. گفتم کی میارین؟ گفت مشخص نیست، بستگی به مافیای شوید باقالی داره. هر چیزی که جنبه تجاری و سوداوری پیدا کنه احتمال ورود مافیا بهش وجود داره. ولی انصافاً مقوله تحصیل و آموزش قرار نبود جنبه تجاری پیدا کنه. عبارت مافیای کنکور حتما زیاد به گوشتون خورده. مثلا هر سال از بعضی کتاب‌های کمک درسی کنکور سوال میاد که بعداً تو تبلیغات بگن ما عین همین سوال‌ها رو داشتیم. این میتونه اتفاقی باشه، میتونه هم مافیایی باشه. اینکه هر سال بعضی از مفاهیم کتاب‌های درسی تغییر می‌کنن که در ادامه کتاب‌های کمک درسی هم تغییر کنن، که در ادامه همه مجبور بشن کتاب‌های جدید رو بخرن، اینم میتونه اتفاقی باشه، میتونه مافیایی باشه. اینکه اکثر نفرات برتر کنکور هر سال میان توی تبلیغات میگن منم از همین کتابا استفاده کردم، این دیگه اصلا نمیتونه اتفاقی باشه. نظرات شما رو بخونم. چون طرح تردد گذاشتین که شب نشینی نریم، ما هم شبا با ماشینامون هیچ جا نمیریم، پیاده میریم. کرونای شدیدی گرفتم، فوری اول هارد و فلشامو پاک کردم. شماها چطوری هنوز گیاه خارید؟ گیاه های در خونه ما خودشون گوشت خارن. وضعیت موجودی حسابم شبیه 10 دقیقه مونده به پایان جنگ جهانی دوم. بله، یه خانم یا آقا شما تشریف بیارین. بله آقا شما هم تشریف بیارین. متشکرم، خوش آمدین. شغل شما خانم؟ دانشجو است. دانشجوی چه رشته ای؟ رشته حقوق. حقوق؟ بله. شما؟ فعلا بازیگر. بازیگر؟ خدمت شما بودم. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. حیوانی که چشمش از مغزش بزرگتر؟ سگ؟ تمسا. انسان؟ تمسا. تمسا؟ تمسا چشش اینقدره؟ شترمرغ. خط میخی اختراع کدوم قوم بود؟ سومری ها. ونگوگ در
طول حیاتش چند تا نقاشی از خودش فروخت؟ آقای مدیری، من دانشجوی حقوق هستیم، ایران باستان نخوندیم که. بند 343 از ترم 3 هستم. بند 143 قضیه یارو رفت کفش بخره، گفت این یارو گفت این کفش لویی 15 خیلی گرونه اینا، یارو پوشید دید تنگ، داد یه نمره، گفت ببخشید مال لویی 16 بدید. حالا من الان رفتم قانون 143 از اونا رو باید مراتب بالاتر گفتن حفظ کنیم بخونیم. الان چی حقوق چی بپرسن؟ تو کدوم مرحله این من همونو بپرسم؟ ما فعلا فقط میریم تو سایت های مجازی، سامانه مجازی، خب گوش میدیم درس ها رو با قطع و وصل شدن نت صبوری میکنیم. تا الان چی خوندین همونو بپرسم؟ تا الان خب خیلی چیزا خوندم. چی؟ قانون 3 اولشه. میگم که اینا رو باید تو مراتب بالاتر حفظ کنیم. حریف نیستم. تو دادگاه ها استفاده شیم ازش. ونگوگ یه دونه از آثارش رو در زمان حیاتش فروخت، نقاشی که بعداً تابلوهاش مهمترین و گران قیمتترین تابلوهای تاریخ نقاشی شد، ولی در زمان حیاتش این اتفاق افتاد. کیمیاگر اثر، کتاب کیمیاگر اثر. من ادبیاتم رو تو کنکور منفی زدم. دیگه اینو اگر اینو جواب ندی خودم رو میزنم. میگن آب رفته به جوی باز نمیگرده، یعنی چی؟ یعنی آبرویی که رفته آخش؟ دیگه نمیشه آخش؟ شعر بخونید. شرمنده. خواهش میکنم. بعد بینیتون چرا آزاده؟ این باید تا اینجا باشه. خیلی خوب. یه شعر بخونید، یه بیت، یه مصرع، یه کلمه از یه مصرع، از هر کی، یه حرف از یه کلمه از یه مصرع. گهواره تا گور دانش بجو. چی؟ از گهواره تا گور دانش بجو. از گهواره تا گور دانش بجو. چشم چشم. بفرمه. ای نام تو بهترین سرآغاز. یعنی اومدم مهد کودک گلها. بزرگی خودتون. خواهش میکنم، شوخی میکنم، هر دو درجه یک بودن. به خدا قربون شما. متشکرم. خیلی از اونایی که رویای پولدار شدن دارن در مقطعی که پشت کنکورن عاشق خود کنکور میشن. با خودش میگه دانشگاه چرا برم؟ پول تو همین مؤسسات و کلاس کنکوره. آدم میشناسم. هدفش جراحی مغز و اعصاب بوده. الان با دیپلم روزی 1200 بار تلفنش زنگ میخوره. میگه مدیریت بازرگانی بومهن میری؟ نه، رتبت بالای 20,000 جاجرود جا نمیده. بالای 70,000 هم یه چیزایی دارم برات. مکانیکی گرم دره میری؟ قبلنا سعی میکردن در مدارس مفاهیم رو به دانش آموز یاد بدن. این رو دقت کنین. قبلن سعی میکردن در مدارس مفاهیم رو به دانش آموز یاد بدن. الان از همون دوم دبستان همه چی رو تستی یاد بچه میدن، چون سر جلسه کنکور وقت نداره حلش کنه. بچه یاد میگیره که در شعر اگه به زیبایی و کمال و خداوند اشاره شده بود مال حافظه.
اگه صرفاً به زیبایی و کمال فقط اشاره شده بود مال سعدیه، اما اگر فقط به زیبایی اشاره شده بود کار خود خیامه. ببینید این مافیا چقدر ریشه داره. در زمینه زیست شناسی هم حیوان رو اگر سوت زدین اومد از تیره پرندگانه، اگر سوت زدین نیومد ولی بعدن که دید سوت نمیزنی خودش اومد، این از پستاندارانه. اگه کلن سوت نزدی داری زندگی تو میکنی، یهو یه چیزی از زیر گزیدت، این از خزندگانه. البته یاد دادن این مفاهیم هم سخته ها، فکر نکنید آسونه. برای همینه که یه عده ساعتی 5-6 میلیون تومان به معلم کنکور میپردازن و برای همینه که بعضی از معلمین کنکور آمبولانس اجاره میکنن تا فاصله این کلاس تا اون کلاس رو سریعتر برسن. پسره به معلمش گفت آقا پشت آمبولانس دیدمتون، فکر کردم دارید میرین. معلم گفت نه عزیزم، من هر وقت پشت آمبولانس دیدی بدون دارم میام. مهمان داریم، به به، چه مهمان عزیزی، چه مهمان دوست داشتنی. سالهای سال با بازیهای درخشان ایشون، چهره مهربان ایشون و صمیمیت ایشون در بازی و سریال ها و فیلم های سینمایی خاطره داریم. سرکار خانم مهرانه مهین ترابی، خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. افتخار دادین امشب زنده باشی. کنار ما هستین. ممنونم. اگر سلامی هست بفرمایید. ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در خدمت جناب مدیری. خیلی ممنونم از لطفتون. انقدر شما دوست داشتنی هستین، انقدر مردم شما رو دوست دارن و انقدر بازی‌های شما در خاطر همه ی مردم هست که حد نداره. خواهش میکنم، محبت شما. و چه خوب که امشب با هم گفتگو میکنیم، چون میدونم خیلی کم اهل گفتگو هستیم. من کلن یه مشکل بزرگ دارم، کم حرف میزنم. کلن کم حرف میزنم. آره. این یک عادت خیلی شخصی از سالیان، یا کلن معتقدید که هرچی گفتگو و مصاحبه آدم بکنه بهتره، یعنی راجب حرفه؟ منظورم اینه که این یه عادت همیشگی کم حرفی یا از مصاحبه پرهیز میکنید؟ نمیدونم، فکر میکنم که مصاحبه کردن رو دوست ندارم، چون نمیدونم اصلا فایدش چیه کلا. اما تو زندگی خصوصی خودم هم، من چون تنها زندگی میکنم، یه دفعه میبینیم مثلا 5 روز حتی یه کلمه هم حرف نزدم و با این مشکلی ندارم. چقدر خوب. آره کلن سکوت رو دوست دارین؟ در واقع یه جورایی به هم تحمیل شده این سکوت. در واقع یه جوری به هم تحمیل شده، اما دلخورم نیستم ازش. خیلی هم آره. خیلی هم عالی. خیلی وقته که کم پیدا این، کم کارترین. آره، هم سنم رفته بالا، همینم که به هر حال بعد از سالها تجربه و اینا، نمیدونم اون چیزی که آدمو بخواد راضی بکنه توی کارا کمتر هست دیگه. یعنی کمتر کارهایی که پیشنهاد میشه رو دوست داری؟ دوست دارم. لحاظ فیلمنامه؟ بله بله. یا دقیقاً کارگردان؟ آره دقیقاً. خب چه کنیم ما چه گناهی کردیم؟ یعنی مردم خب دوست دارن به هر حال شما رو ببینن و نمیدونم، دوست دارین این شرایط رو یعنی نه؟ منم واقعا دلم میخواد کار کنم، منتها دلم میخواد کاری باشه که احساس خوبی داشته باشم، راضی باشم خودم. چون وقتی که اون رضایت هست، اون پروسه‌ای که اتفاق میفته راضی کننده است، تماشاچی ازش لذت میبره. بله. وقتی خودتون مثلا حالا به هر حال یه جوری 50-50 است و بله. زیاد با رضایت بله. کامل نیست، من فکر میکنم همون منعکس میشه به تماشاچی. کاملا. آره و اونم زیاد راضی نخواهد بود. دلیلش چیه که یعنی معتقدید مثلا فیلمنامه ها ضعیفن یا سریال ها؟ یا بیشتر اینجوری فکر میکنم. آره فیلمنامه ها واقعا ضعیفن. بعضی وقتا
واقعا کارهایی که به دست من میرسه مثلا 5 صفحهشو میخونم و بهشون میگم نه. میدونی یعنی دیگه نمیتونم بیشتر از اون ادامه بدم. بیشتر پیشنهاد سریال دارین یا سینمایی؟ هم سریال هست هم سینمایی هست. مثلا تو سینمایی نقشایی هستش که مثلا به قول معروف چی میگن تو بافت دراماتیک قصه زیاد تأثیری نداره اون نقشی که به من پیشنهاد شده، فکر میکنم که خب نرم بهتره. توی سریال هم همینطور، سریال هم خب الان خیلی نمیدونم یه جوی داره که خیلی بیشتر به نظر من انرژی منفی به آدم منتقل میکنه تا اینکه حالشون رو بهتر بکنه. من خیلی احساس مسئولیت هم زیاده، یعنی فکر میکنم واقعا تماشاچی باید خوشحال باشه از دیدن یه سریال، نه اینکه صرفا فقط کمدی باشه، یه حس خوب داشته باشه. میدونین به خاطر همین خب سعی میکنم که کمتر اونا رو بیشتر خیلی کارا آره الان رفته سمت کارهای مرموز و جنایی. آره دقیقاً. اتفاقات و حوادث خیلی شوک آور و خیلی آره یه ذره آزاردهنده شده. فرمودین سنتون رفته بالا؟ بله. چی شده؟ آره واقعا خب سنم رفته بالا، راستشو میگم. خب چی چند سالتونه؟ من 63 سالمه. 63 سالشونه. آره خب مینیموم 40 سال دیگه مونده. آره 63 سال که خیلی نه، اینکه اینو نفرمایید. و مرداد هستین؟ بله 21 مرداد. 21 مرداد. مردادی ها رو بگید برامون چه جوریه؟ مردادی ها یه آدم میان مثل همه آدم های دیگه، خصوصیات ویژگی های خاص. ویژگی خاص خیلی چیزا دربارشون میگن، اما من نمیدونم چرا این چیزا رو میگن. به خود ما یه آدمای ساده بیازار. بله؟ الکی خیلی 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 کمالگران مردادیا شنیدم. به خدا همیشه اینو میگن در مورد مردادیا کمالگرا. البته که چیز خوبیه. نه همیشه هم زیاد چیز تو این دنیای مادی چجوری میشه دنبال کمال بود. نه کمالگرا نیستن در مورد خودم میگم. کمالگران نیستن، اما خب یک برد سختگیرن نسبت به اون اصولی که دارن، اصول به اصطلاح حالا هرچی که هست، اخلاقی اعتقادی هرچی که هست، یه مقدار سختگیرن. سختگیرین؟ آره شما سختگیرن. بله. یعنی یه خط قرمزهایی دارین؟ دقیقا آره. همیشه خیلی خوب خیلی خوب. از ورودتون به این حرفه برامون بگین. فکر میکنم با فیلم گلبهار بود. گلبهار اولین کار تصویریش. بله. در سال 65. سال 65. والا راستش من خیلی اتفاقی، واقعا خیلی اتفاقی، با یه دونه کلاس آموزش تئاتر آشنا شدم که درس میداد آقای فرامرز صدیقی. بله. توی کرج. و خیلی واقعا از سر اینکه بیکار بودم رفتم توی این کلاس ها، واقعیتش رو میگم. اما بعد از یه مدتی هم علاقه من شدم، هم به طرز عجیب و خیلی خیلی غریبی آقای صدیقی منو تایید کرد واسه اینکه میتونم بازیگر باشم. بعد آدم هم تمکارن دیگه، میدونین چی میگم. جوونم بودم، با خودم فکر کردم که خب حالا ما بریم ادامه بدیم ببینیم چی میشه. بعد ادامه دادم، دیدم دانشکده هم قبول شدم. بعد گفتم حالا بذار برم بخونم ببینم چی میشه. بعد دیگه سر از جلو دوربین و صحنه تئاتر رو این چیزا دارم. با هنرهای زیبا خوندین؟ با هنرهای زیبا. البته من قبولی دراماتیکم، منتها بعد از انقلاب فرهنگی ادغام شدیم تو بچه های به اصطلاح هنرهای زیبا. ورودتون در واقع همین اولین کار چند سالگی بود؟ سال 65 من 29 سالم بوده. 29 سال. قبلش چه میکردین؟ اساسا مشغول به مثلا تئاتر بودین یا نه اصلا؟ آره من سالها تئاتر کار کردم. سالها تئاتر کار کردم، اما کلن من همون موقعی که رفتم برای به اصطلاح همین کلاس های آقای فرامرز صدیقی، در واقع قبلش یه دوره دو ساله ارزیابی گذرونده بودم و ارزیاب گمرک بودم و مشغول به کار بودم. یعنی من در حالی که وقتی رفتم دانشکده شبا توی سالن فرودگاه مهرآباد کار میکردم و روزا میامدم میرفتم درس میخوندم. دیگه حالا شما فکرش بکنید من چقدر زحمت کشیدم. آره خداییش واقعا. آره یعنی واقعا بعضی وقتا یاد اون روزا که میفتم میبینم که آدم پررویی بودم خداییش، چون خیلی سخت بود که
دوازده ساعت واقعا یه تیک بله. از هشت بله. شب تا هشت صبح ما وامیستادیم و اون موقع هم خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد وامیستادیم، به اصطلاح با مسافرها سر و کله میزدیم و کاری که باید میکردیم و میکردیم. و صبح ساعت هشت من میومدم میرفتم آب سردار مثلا دانشکده هنرهای دراماتیک میشستم سر کلاسا. یه خود آره زحمت کشیدم. آره بله. آره یه خود بله. زحمت کشیدم. بله. سینما و تئاتر براتون اولویتی دارن؟ بله، من سالها چون از زیاد از شهرت آنچنان خوشم نمی اومد سالها تئاتر کار میکردم و راضی بودم و دوست داشتم، اما وقتی که اولین سریال تلویزیونی مو کار کردم دیگه نتونستم از تلویزیون خودم بکشم بیرون. بله، میدونین بله. یعنی در واقع گرفتار تلویزیون خیلی پرکار بودی. آره بله. کارهای مداوم پشت سر هم شدم و به اصطلاح فکرم هم این بود که به هر حال تلویزیون مخاطب بیشتری داره. بله. و حس این که دارم واسه یه تعداد آدم بیشتری کار میکنم این واسه هم حس خوبی بود. بسیار عالی. کلن میتونید بگید که چند تا فیلم و سریال کار کردید؟ نه اصلا نمیتونم بگم، اصلا نشمردم و نمیدونم، از تعدادش خبر ندارم. یه باری در صحبت شد در دوره همی راجع به ازدواجتون. آره. که بعد این پخش شد. آره. من گفتم بله جوونی کردم. من گفتم فکر میکنم ازدواج کردن. نه. در حالی که به طور طبیعی آره دیگه، یه آدمی یه زن 63 ساله باید ازدواج کرده باشه، اما من ازدواج نکردم. هیچ وقت؟ نه هیچ وقت. خب چی شد؟ فل راستش همون قصه که گفتین شما، مردادی ها سخت گیرن. الان بهتون گفتم من خیلی آدم سخت گیریم، خیلی زیاد، و اون باعث شد که واقعا هیچ وقت مرد دلخواهمو پیدا نکنم. راست و حسینیش پیدا نکردم دیگه، نه اینکه دلم نخواد ازدواج کنم، دلم میخواست اما پیدا نکردم. حالا عیبی نداره، این همه گشتم پیدا کردن یه نفر پیدا نکنه چی میشه؟ خب این از این توقع یکم برامون بگین که من هیچ توقع عجیب غریبی چی باید میبوده که مورد پسند واقع شد؟ نه میدونین چی، من هیچ وقت به خدا توقع عجیب غریبی نداشتم، به لحاظ مثلا موقعیت اجتماعی، به لحاظ شغل، به لحاظ درآمد نه، اما یه سری اصول توی فکرم هست که اونا رو نمیتونستم کتاب بیام دیگه، چیکار کنم، سخت گیرم دیگه. از اون اصول نمیخواین برامون بگی؟ فکر نکنم توی برنامه شما بگنجه. میدونین چی میگم؟ زیاده یعنی؟ نه نه زیاد نیست، شاید مناسبه الان این جمع نیست که مثلا حالا من از اصول اعتقادیم بگم، نمیدونم از اینکه مثلا چه تعریفی کلن اینا خیلی مهمه ها. بله، البته قصه بله. قصه پیچیده ایه. بله. چون یه موقع است که شما مثلا جنس مخالفتون رو میتونید توی یه دونه خط نوشته تعریف بکنید. بله. مثلا بگین که یه دونه دخت بفرض یه مرد بگه که یه دختری اگر اینقدر زیبایی داشته باشه اوکیه، مثلا همسر دلخواه منه. خب اما برای من مرد یک معنایی ورای این تعریف‌های معمولی داشته. مثلا میگم من اگر از کسی دروغ بشنوم دیگه اون آدم برای من تموم میشه. اگر از کسی مثلا ضعف ببینم توی دفاع از اون چیزی که به نظر من حق میاد، اون برای من دیگه اون معنا رو از دست میده. میدونی چی میگم؟ یعنی قصه یه کمی تو ذهن من نمیدونم چرا پیچیده شده بود. یعنی اصولا من ایش وقت آدم اینقدر سطحی البته چقدر حرف قشنگی نمیزنم آدم نه منظورم اینه که به سطح روابط زیاد برام مهم نبوده. یه جوری عمق انسان ها، عمق به اصطلاح وجودشون خیلی برام مهمتر از سطح بوده، به خاطر همین نتونستم پیدا نکردم کسی رو، با این تنها موندم. با این دید طبیعیه. آره آره سخت میشه. آره، سخت میشه. بله. بسیار عالی. یه جایی گفته بودین که خیلی سوالهای زیادی همیشه در ذهن شما هست. آره. و همواره اونها رو جستجو میکنین و این همچنان ادامه داره، یا میتونید راجبش مثلا یه چیزی بگین که ببینین قصه اینجاست که نمیدونم اصلا چرا آدم ها اینجوری میشن. میدونین چی میگم؟ یه بچه ممکنه که مثلا شما بیاد
پیش شما، شما یه دونه توپ بهش بدین خیلی راضی باشه و بره. مثلا یه دختر جوون رو ممکنه مثلا یه دست لباس شیک براش بخرین، خیلی راضی باشه و به اصطلاح فکر کنه که اوه چقدر من خوشبختم. من خوشبختیم با این چیزا تعریف نشد. من برام هستی مهم بود، اینکه کی هستم، چرا اینجا هستم، این دنیا چیه، خدا کیه، خدا کجاست، چرا اینقدر همه چی عجیبه، چرا زندگی اینقدر عجیبه، چرا اینقدر زندگی بزرگه، چرا اینقدر زندگی با شکوهه، این ستاره‌هایی که بالا سر من هستن چیان، میدونین همه اینا برای من سوال بوده. و واقعا همیشه عمرم من لذت بردم از دیدن اینا، از فکر کردن به اینا، از اینکه خدا رو جستجو کنم تو قلبم، توی یه برگ گل، نمیدونم توی یه دونه درخت. اینا واقعا برام همیشه سرگرمی همیشه منه و تنها چیزیه که منو به اصطلاح یعنی شریک زندگی منه در واقع، میدونی. این فکرها فکر میکنم اصلا معنای منه در واقع، تعریف منه. و در مورد خیلی از اینها به جواب رسیدین؟ فقط فهمیدم که با فکر کردن نمیشه به جواب اینا رسید. باید خودتو رها کنی، باید سکوت کنی، باید ذهنت رو آروم کنی و باید یکی بشی با اینا تا بفهمی معنیشون رو. اینو فهمیدم. و حالا ایشالله اگر خدا عمری بذاره از این به بعد از این قصه لذت خواهم برد. چقدر عالی، بسیار خوب. بله، انقدر پهناور و وسیع و بی انتهاست این جور مسائل و مفاهیم که 72 سال عمر کردم، شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد. آفرین. یعنی تهش باز ذره‌ای هستیم که نمی‌فهمیم چه خبر. دقیقاً. کاری هست که دلتون می‌خواسته همیشه انجام بدین و هنوز موفق به انجامش نشده باشین؟ نه. هیچ وقت. من با هر چیزی که تو زندگیم پیش اومده من باهاش آشتی بودم، باهاش کنار اومدم. نه، هیچ وقت هیچ آرزوی آنچنانی نداشتم. شما باور نمی‌کنید. اصلا بعضی وقتا نمی‌دونم، به نظرم میاد آدم تنبلیه. مثلا که آرزو ندارم. بعد میرم می‌بینم خب ندارم، زور که نیست. می‌دونید زور که نیست، ندارم واقعا. هیچی. من از بودن خودم خیلی راضیم. از اینکه هستم. شما باور نمی‌کنید. من شاید تا حالا 10 میلیون بار، نه شاید کمه، 10 میلیون بار، هزاران میلیون بار از خدا تشکر کردم. گفتم خدایا مرسی که منو به دنیا آوردی. همین بودن، این بودن همه چیزه. بله، میدونین؟ بله. چیزی لازم نیست بهش اضافه بشه. من آرزویی بکنم، هدفی بذارم برای خودم. نه اینکه بگم هدف نباید گذاشت. جوونا این از این حرف من بول نگیرن. یعنی واقعا باید هدف داشت توی زندگی. اما همین بودن خودش بسیار 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 پرارزش و زیباست. برای من خیلی راضی کننده است. بسیار عالی، بسیار عالی. آدم اهل مشورتی هستین در زندگی؟ مشورت رو آدم هایی میکنن که میخوان کارهای بزرگ بکنن. من همه کارام کوچولوه، مثل همه قدم هایی که تو زندگی آدم تو روز بر میداره. یعنی تا حالا شده از مشورت نکردن لطمه ببینید؟ نه. بازم لطمه رو آدم هایی میخورن که مثلا پول گنده دارن، موقعیت های گنده دارن. من هیچی ندارم که بخوام. آره، اینقدر رواست شخصیت شما. آره، اصلا چیزی ندارم که بخوام بابتش لطمه بخورم. اتفاقا این رازش های از زندگیه. بله، میدونین؟ بله. یه مسئله داره حضرت مولانا، خیلی زیباست. میگه برای این که تیرایی که زندگی میزنه بهت نخوره هم سطح خاک باش. بله. میدونین؟ یعنی وقتی که هم سطح خاکی واقعا هدف هیچ تیری قرار نمیگیری. درسته. کدوم تیر؟ میدونین نه اهل مجراجویی هم، نه هیچی. برای همین نه چیز بزرگی تو زندگیم دارم، نه مال و اموال آنچنانی دارم. اون وقت از کجا لطمه بخورم؟ من زرنگم. بله. من زرنگم. شخصیت دوست داشتنیتون زنده نتیجه این تفکره، این نوع زندگیه و این منتقل میشه به مردم، به بیننده. میدونین این حس و این انرژی رها که چقدر جذابه و چقدر خوبه.
آدم ها میگیرن و برای همینه که شما رو خیلی دوست میدارن، خیلی لطف دارن و شاید هم یه جوری این از دل من میاد به دل مردم میشینه، چون من واقعا مردم رو دوست دارم. واقعا شما باور نمیکنین اگر یه اتفاقی میفته که مردم ناراحت میشن یا توی موقعیتی چیزی قرار میگیرن، من هیچ کارم اما خجالت میکشم. میفهمم. میدونین؟ یعنی خجالت میکشم، معذب میشم. دلم میخواست که مثلا اون موقعیت نبود، دلم میخواست مثلا مردم خوب بودن، راحت بودن، من میتونستم خنده هاشون رو ببینم. بلد. و این واقعا اینجوریه، واقعا از سر دلم دوست دارم مردم. چقدر عالی. و همچنین سریال خانه سبز که خیلی یادگاری جذابی بود به همراه زنده یاد خسرو جان شکیبایی، روح شاد و تمام اون بازیگرها و اصلا مجموعه، خیلی مجموعه دوست داشتنی بود و مردم خیلی دوست داشتن. یکم از اون برامون بگین که خودتون هم به همین اندازه دوست داشتین اون کار رو. و بلا از اون دو تا مجموعه کارهایی که من کردم، همسران و خانه سبز، همسران اولین تجربه من با آقای بیژن بیرنگ بود و خیلی من توش هیجان داشتم، خداییش. یعنی خیلی برام یه پروسه بسیار شیرین و زیبا و خلاق و اولین باری بود که یه کاری همزمان با ضبط شدن پخش میشد و ما فیدبک تماشاچی رو میگرفتیم. خیلی من هیجان داشتم بابتش و خیلی راضی کننده بود، میدونید؟ برای اینکه هم میدیدیم مردم رو خوشحال کردیم، هم به هر حال توش وسطش درسایی از عشق و مهربانی و همبستگی و آشتی و صلح و اینا بهشون دادیم. خیلی 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 منو راضی میکرد و همینطور تو ادامهش خانه سبز. بله. منتها متاسفانه خب خانه سبز ما نتونستیم ادامه بدیم به سبب به اصطلاح اتفاقایی که افتاد، منتها اونم توی مردم خیلی تاثیر خوبی داشت. حرفای قشنگی میزدیم، حرفایی از جنس صلح و آشتی و دوست داشتن و وفادار بودن و با هم بودن و اتحاد. و این به خاطر همین من فکر میکنم خاطره شده، چون روح آدم ها واقعا این چیزا رو میپسنده. بله. روح آدم ها زیبایی رو میخواد، صلح رو میخواد، آرامش رو میخواد، خاطر آسوده میخواد، میدونین؟ درست. اینا رو میخواد و چون حرف از اون جنس بود همه جذبش کردن. درست. همه بهش به اصطلاح تمایل نشون دادن و ما خیلی خوشحال بودیم که اون مجموعه رو داریم کار میکنیم و واقعا خوش به حال من. بله واقعا. مدتی میشنویم که آقای فردوس کاویانی، آره متاسفانه، حالا مریض حالن و سخت براشون و اینجا آرزو میکنم که به هر حال یاد میکنیم ازشون به عنوان یک هنرپیشه درجه یکی که این همه سال فعالیت کردن، امیدواریم که سلامتی به ایشون برگرده و روز به روز حالشون بهتر انشالله. باشه و انشالله. همیشه باشن انشالله. بله. نقشای خاصی تو ذهنتون بود که دلتون میخواست بهتون پیشنهاد بدن یا خودتون رو میسپردید به دست اتفاقات و آنچه که پیش میاد؟ یعنی همیشه نقشایی بوده که دوست داشتین بازی کنین و شاید حالا یا اتفاق افتاده یا نیفتاده براتون؟ بلا نقشای خاص، ببینین آدم ما، مخصوصا من که میگم تو اون سن و سال اومدم و رفتم دانشگاه و چیز، آدم یه رویایی تو سرشه. بله. یه رویای بزرگ، یک رویای بزرگ، میدونین؟ مثلا شما فکر میکنین که میرین مثلا شکسپیر اجرا میکنین. بله. میدونین چی میگم؟ مثلا لیدی مکبث رو اجرا میکنی و به مردم میفهمونی که چقدر بد بدجنس بودن، مثلا چقدر بد قدرت طلبی، یا من قدرت بازیم رو نشون بدم. آره. حتی از این زاویه. آره. گفتم شکسپیر، یه چیزی رو بهتون بگم. من فکر نمیدونم چه سالی، اینو یادم نیست، اما یه اجرا از آقای مدیری دیدم روی صحنه تئاتر، اجرای هملت. بله. برادر اوفیلیا رو بازی میکردن و من یادمه توی تئاتر شهر. بله. که انقدر ایشون کارشون فوق‌العاده بود، نمیشناختمشون اون موقع به عنوان این آقای مدیری که الان میشناسیم، نمیشناختمشون، خیلی جوان بودن، سال هفتاد. انقدر زیبا این نقش رو اجرا کردن. من چون خودم به ادبیات شکسپیری خیلی حساسم و
خیلی برام مهمه، یعنی واقعا باور ندارم که هر کسی میتونه شکسپیر رو کار بکنه. اصلا همطور موندم واو این جوون کیه، این کی؟ بروشور نگاه کردم که آره مهران مدیری، گفتم وای چقدر عالیه این، چقدر خوب در کرده به خدا، یعنی اینقدر برام جذاب بود اون کار، شما فوق‌العاده بودین روی صحنه و من تعجب میکنم چرا ادامه ندادین، دلتون نمیخواست واقعا؟ قبل از اون خیلی تئاتر زیاد کار کردم، ولی از سال 72 بعد از هملت یه دونه کار دیگه کردم در تالار مولوی که دیگه وارد رادیو و تلویزیون شدم و دیگه نشد. گیر افتادی، گیر افتادی، حیف حیف، چون واقعا یکی از بهترین، من اون نمایش رو یادمه. بله. اما واقعا میگم من اصلا به هیچ عنوان، چون به شدت از دروغ بدم میاد، به هیچ عنوان تعارفی با کسی ندارم، اما یکی از فهمیده شده ترین نقش های شکسپیری رو که من دیدم تو عمرم، که البته بسیار محدود بوده اجراهای شکسپیر اینجا، نقشی بود که شما بازی کردین، واقعا متشکرم. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی متشکر. و خب بخش عمده ای از این رو من مدیون استادم دکتر قطب الدین صادقی، چون ایشون در اصلا شوخی نداره، دقیقاً به شدت سختگیر، گاهی هم با اون شمشیرها ما رو میزد سیاه و کبود می‌کرد. آره. و انقدر ایشون فوق‌العاده است در تدریس و در آوردن لحظه ها و در بیان، گرفتن بیان و بدن که حد نداره. خیلیش مدیونه، به هر حال استادی ایشونه. خیلی ممنون از لطفتون که راجع به هملت گفتید. عصبانی میشید؟ آره، وقتی هم عصبانی میشم اصلا بنفش میشم آقا. یا خدا. آره. بعد از اینکه بنفش شدید چی میشه؟ بعد اینکه بنفش شدم خب سر عقل میگم، خب این خورده که فروکش میکنه اوکی. یعنی خیلی واکنش های بیرونی نداره که مثلا کسی صدمه ببینه؟ نه اونجوری نیستم، اما چرا عصبانی میشم. آره خیلی خوب. چند تا سوال بپرسم با بله یا خیر؟ چشم. اگه عصبانی نیستین همه چی خوب. خوبه. تا حالا دلتون خواسته جای کسی دیگری بودین؟ هرگز. هیچ وقت. دوست دارین به گذشته برگردین و چیزی رو تغییر بدین؟ یا چیزی رو از زندگیتون پاک کنین؟ نه. تا حالا حسادت کردین به کسی؟ حسادت؟ نکردم، نه. میدونین منتقد شرایط ناعادلانه برای کسانی که حقشون نبوده بودم، اما حسادت نکردم. نه. تا حالا حقتون رو خوردن؟ حتما. و حتما حق کسی رو ضایع نکردین تا حالا؟ تا اونجا که تونستم نه. نه. آدم صبوری هستین؟ صبر خیلی صفت زیباییه. بله. من کم ازش بهره دارم متاسفانه، دارم رو خودم کار میکنم. صبوری رو خیلی دوست دارم، آدمای صبور رو خیلی دوست دارم، خیلی صفت بزرگیه. بله. صفت بسیار زیباییه. بله. به آینده امیدوارین؟ آینده چی هست؟ آینده روزهای پیش رو در کشورمون، در شرایطی که داریم، همیشه خوشبینین؟ امیدوارم که خوشبینی من واقعی باشه. میدونین چی میگم؟ بله. یعنی من همیشه به انسان معتقدم، یعنی ایمان دارم به انسان، به ذات پاک انسان. بله. به این شعار منه، منتها امیدوارم که همه چی هم دست به دست هم بده و اون ذات پاک زیبای ایزدی بیاد بالا، رو بشه و این دنیا گلستان بشه. انشالله. و اهل ریسک هستین؟ ابدا. اصلا ابدا. سحرخیزین؟ خیلی زیاد. من 4 صبح معمولا بیدارم. به به، چقدر خوب. آره، چقدر خوب. من 4 صبح میخوابیم. میرم آماده میشم که بخوابم. آره. 5:30. به عشق در یک نگاه اعتقاد دارین؟ به جذبه در یک نگاه اعتقاد دارم، اما عشق نه.
چه پاسخ خوبی بود. و هیچ وقت از شهرتتون سوء استفاده کردین؟ خدا نکنه که این کار کرده باشم. این کار یه کمی اصلا من از منتقدین این قصه هستم. میدونیم ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه سری ارزش ها رو خودمون به وجود آوردیم، آدم ها به وجود آوردن، یه سری حساب کتاب ها، یه سری نمیدونم احترام های بی جا و به جا و فلان، میدونی چی میگم؟ اینا رو دوست ندارم. من فکر میکنم ما باید بریم ورای این سیستمی که خودمون درست کردیم. وقتی بریم اونجا شاید بتونیم آرامش رو پیدا کنیم. خیلی چیزا رو من نمیپسندم. بله. به مثلا به این چیزایی که مثلا میگم، یه چیزی توی این دنیا هست به اسم برندسازی. بله. میدونی چی میگم؟ بله. یارو کلی پول خرج میکنه، کلی فلان میکنه که محصولی رو که به فرض میگم یه تومن میارزه بفروشه 100 تومن. درست. و دیگران فکر کنن داشتن اون یه افتخاره، داشتن اون یه چیزی بهشون اضافه میکنه. این اشتباهه. بعد من چون آگاهم به این قصه نمیرم دنبالش، میدونی؟ درست. و من واقعا هیچ وقت نخواستم از موقعیت خودم استفاده کنم. اتفاقا چند وقت پیش یه دفترخونه کار داشتم، من ماسک داریم دیگه. بله. ماسک زده بودیم، رفتم تو پرسیدم که مثلا فلان کار اینجا انجام میدین؟ گفتن آره. بفرمایید بیرون تو راپله منتظر باشین. گفتم چشم. اومدم بیرون تو راپله وایسادم، یه چیزی بوده مثلا فکر کنم یه رو 20 دقیقه بعد که دوباره گفتن نوبتت، بیا برو تو. از صدای من، هنوزم ماسک داشتم، از صدای من منو شناخت. این آقا اومد کلی عذرخواهی که خان تو را بیتو رو خدا ببخشید، من نفهمیدم شما این. گفتم چه کار بدی کردی مگه تو؟ خب قرار بود بیرون وایسیم به خاطر کرونا، خب منم رفتم بیرون وایسیدم. نه آخه اگه من میدونستم شما این، مثلا میگفتم بیا تو بشینی. گفتم نه هیچ ایرادی نداره، منم اصلا ناراحت نیستم. میدونین نباید این کارو، خودمون نباید این استفاده های این محبت مردم رو همیشه هست. همیشه هست. ولی خب خیلی ها گاهی از این شهرت سوء استفاده. آره، سوء استفاده. من اونو دوست ندارم خداییش. به خاطر همینم زیاد توی مردم در نمیام بیرون، میدونین؟ بله. زیاد بیرون نمیام، زیاد خودمو در معرض دید قرار نمیدم. بله. اهل فضای مجازی نیستین یا هستین؟ مثلا اینستاگرام و اینا نه ندارم، اما چند تا کانال دارم که لازمه داشته باشم چون مطالبشو دوست دارم و باید ببینم، اما اون چیزای اینستاگرام و اینا نه. 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 معتقدین بیشتر ضرره یا حسن این تکنولوژی که سالهاست باب شده و ببینید این مثل یه شمشیر دو لبه است دیگه. میدونین؟ یعنی میشه ازش استفاده کرد و در جهت اطلاع جامعه، در جهت روشنگری، در جهت به اصطلاح به قول معروف تنویر افکار استفاده بشه. داره. میشه که ازش سوء استفاده بشه دیگه، بستگی به اون شخص داره. بله. هنرمندان به نظرتون برای تاثیرگذاری، اولا به تاثیرگذاری اعتقاد دارین در مورد آرتیست ها و هنرمندان، و نظرتون راجع به تاثیرگذاری هنرمندان بر جامعه چیه؟ به هیچ عنوان به تاثیرگذاری اعتقادی ندارم. نداری. به هیچ عنوان. الان شما فکرش بکنین تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، این چیزی رو که ما اسمشو میذاریم هنر، به اسم سینما، به اسم تلویزیون، به اسم هر گونه هنری، از نقاشی هر چیزی رو که بگین، فراوانتر از هر دوره‌ای هست آیا یا نیست؟ فراوانتر از هر دوره‌ای داره فیلم سینمایی تولید میشه. داله. نمیدونم کارهای تلویزیونی، این همه دنیای مجازی، همه چی، یعنی از صد در و دیوار داره میباره دیگه. درست. پس چرا آدم‌ها اینقدر حالشون بیشتر بدتره؟ یعنی بیشتر بده حالشون. چرا؟ برای که اینا واقعا تأثیری نداره. میدونی منظورم چیه؟ ببینین من به ذات هنر وقتی که واقعا از واقعیت آدم ها برمیاد به تأثیر اون اعتقاد دارم، اما به هیچ عنوان به اون چیزی که ادای هنره و ظاهر قصه است و چیزی که از دو تا چهار تای ذهن میاد به هیچ عنوان اعتقاد ندارم. اینم از همون سیستم ارزشیه که ما خودمون برای خودمون درست کردیم. چه تحلیل خوبی. آره، یعنی واقعا شما فکرشو بکنیم ما خودمون میاریم یه کسی رو میکنیم هنرپیشه سینما، اوکی میدیم بهش و تاییدش میکنیم، بعد فردا اون میره بالا، از این بالا به من و شما نگاه میکنه، ما میریم فالوورش میشیم. بعد خودمون چرا نباید فکر کنیم؟ بله. ما چرا خودمون فکر نمی کنیم؟
ما چرا از این اختیاری که داریم خودمون استفاده نمی کنیم؟ ما چه احتیاجی به دیگری داریم؟ ما چه میتونیم؟ من حرفم اینه که معذرت میخوام، فکر کنم دوباره خیلی جدی شدم. راحت باشیم. من فکر میکنم که واقعا ما هممون، هر انسانی یک دنیای کامله. بله. یک دنیای کامله، بیشتر از هر چیزی که، هر جذابیتی که تو این جهان هست، از هنرپیشه و نمیدونم خواننده و نمیدونم ورزشکار و دنیای این مدلیا، دنیای سلبریتیا به قول معروف، زیباتر و قشنگترش تو وجود ماست. ما باید بریم تو وجود خودمون دنبال این چیزا بگردیم. ده. یعنی این ارزش‌ها رو پیدا کنیم. هر انسانی یک دنیای منحصر به فرده که اول باید خودش رو کشف بکنه بدون اینکه هیچ احتیاجی به کسی داشته باشه. من خودم شخصا به هیچ چیزی تو این جهان احتیاج ندارم و واقعا میگم اینوها. الان جز سوالایی که شما بر من مطرح میکنین، احتمالا یکیش اینه که مثلا کدوم هنرپیشه رو ستایش میکنی؟ من هیچ کس رو ستایش نمیکنم. من بودن خودم رو ستایش میکنم. بودن خودم نه به عنوان مهرانه من تو را بی بازیگر، بودن خودم رو به عنوان بنده خدا، میدونین؟ بله. این برام از هر چیزی جذابتره. ما چرا نگاه نمی کنیم؟ چرا نگاه نمی کنیم به هر کدوم از ما؟ واسه این کهکشان یه سلبریتی هستیم. واقعا میگم اینو، هر کدوم از ما یک سلبریتی هستیم. چرا اینو یادمون میره؟ چرا اینو یادمون میره؟ بارها الان تو همین سالهای اخیر شما الان نگاه کنین چقدر از این سلبریتی ها که نمیدونم 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون فالوور دارن، یه دفعه مثلا یه دونه پرمنده مثلا یه شبه نابود میشن، میرن، خیانت ازشون میاد بیرون. آره. منی که رفتم به اون چسبیدن به عنوان یه کسی که داره به من انرژی میده، مثلا تبدیلش کردم به یه بوت، آیا یک شبه همراه اون منم باید نابود بشم؟ چرا این کارو میکنیم اصلا؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس. من واقعا متاسف میشم وقتی که میبینم یه آدم بزرگی توی دنیای بیرونی یا تو دنیای مادی، یه آدمی که ظاهرا بادش کردیم، بزرگش کردیم، یه دفعه یه سوزن بهش میخوره میترکه و یه کلی جوونا ناامید میشن. ببین اینا همش خود رو در معرض خطر قرار دادنه. درسته. خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم. چرا این کار رو بکنم؟ نه، من اومدم، یک عمر محدودی دارم، یک شروع و یک پایانی. بهترین کار اینه که من خودم رو کشف بکنم، اصلا بفهمم کی هستم، چی هستم، زیبایی های خودم و استعداد خودم رو کشف بکنم تا برم یک کسی دیگر رو ستایش بکنم. کی این؟ این کیه؟ یه کاری کرده، اوکی، کارش خوبه، اوکی، باشه، خیلی عالی، اما تو تویی، من منم. بله. من برم خودم رو کشف بکنم. من اصلا به هیچ عنوان این چیزها رو اعتقاد ندارم. برای همین اصلا این قصه فالوئر دیگه نمیخوام تو اون قصه برم که خیلی قصه عجیب غریب و پیچیده‌ای شده. بله. و بعض وقت آدم واقعا متاسف چه خوب شد که من این سوال رو پرسیدم و این تحلیل دوست داشتنی و زیبا رو از شما شنیدیم. چقدر خوب، خیلی ممنون. شاید این سوال هم در ادامه همین موضوع باشه که نسل دیروز و امروز تفاوت‌هاشون احتمالاً عمده‌ترینش در همین موضوعی است که فرمودین. بله. ببینین تو نسل ما، من خودمو میگم، توی دهه مثلا ما دهه 30 میشیم، 40 میشیم، 36 هم من 30 و 40 30 و 40. آره، اون موقع ببینین خیلی قصه ها فرمودن. ما تو خونمون تلفن نداشتیم، باور نمی‌کنی آقا، ما می‌رفتیم سر خیابون امیریه تو کرج، یه دونه از این چی میگن اداره تلفن بود، بعد از اینا که صدا می‌کنن تو کابین بیاین زنگ بزنین. بله. می‌رفتیم منتظر می‌شستیم، مثلا می‌خواستیم به تهران زنگ بزنیم، اونجوری زنگ می‌زدیم. بله. یعنی این ارتباط‌ها انسانی بود. من با دوستم به چشاش نگاه می‌کردم و ارتباط داشتم، نه که از این شکلک‌ها براش بفرستم تا حسمو بهش بگم، میدونین؟ بله، کاملا. رابطه‌ها واقعا میگم، رابطه‌ها خیلی واقعی بود، خیلی خیلی واقعی و خیلی ملموس، خیلی درست. بله. تمام خاطرات زیبایی که من از دوران دبیرستانم، دبستانم، همه دارم الان همینطور به اصطلاح برام هستن، مثل یه گنجینه بزرگ. بله. برای که واقعا داشتیم زندگی میکردیم، میدونین؟ تمام اون بازیایی که تو کوچه مثلا چه میدونم شلوغ بازیایی که میکرد، اصلا همه اینا واقعا زیبا بود.
الان آدم ها به طرز مریضگونهی توی انزوا رفتن، میدونی بله، چی میگم؟ بله. یعنی همه با یه دونه دستگاهی که اصلا من نمیدونم آینده به کجا خواهد کشید. خیلی خوبه که یا درست استفاده بشه از این قصه، یا اینکه واقعا آدم ها آگاه بشن و آگاهانه با این مسئله برخورد بکنن، میدونین؟ یعنی آگاهانه ازش استفاده کنن، نمیدونم تایم بذارن برای خودشون، محدودیت بذارن، به هر حال کنترل بکنن، کنترل بکنن. بله درسته. راجب اوضاع امروز هنر در جامعه، در حرفه خودمون نظرتون چیه؟ سینما، تئاتر؟ من تسلطی ندارم راجع به اون که صحبت بکنم، چون خیلی از فیلم‌های ایرانی رو ندیدم، واقعا ندیدم، یعنی اصولا کلا علاقه‌ای بهش ندارم واسه نگاه کردن و زیاد نمیتونم اظهار نظر به اصطلاح قابل قبولی بکنم. اما کلا نگاه من به هنر خیلی عوض شده، میدونین تعریفم از هنر کلن عوض شد، برای اینکه فکر کردم که ببینیم، مثلا مثال میزنم توی دنیای ادبیاتی ما آدمای بزرگی هستن، مثل حافظ، مثل مولانا، مثل سعدی. بعضی وقتا من با خودم فکر کردم که چطور شد که اینا این همه سال، مثلا هر کدوم 300 سال، 500 سال، 600 سال، 800 سال مولانا، موندگار شدن. چطوره که هنوز ما دلمون میخواد اینا رو بخونیم؟ بله. چطور دلمون میخواد یه نقبی بزنیم به دل اینا و بفهمیم که اینا چی میگن؟ چرا؟ برای اینکه از یه جایی صحبت کردن که منیتی توش نبود، میدونیم؟ حرف، حرف دل و حرف روح و جان انسانها بود، به خاطر همین موند. برای اینکه روح انسانها یک چیز پایدار ابدیه و اینا از اون ابدیت صحبت کردن. بله. هنر الان هنر مثلا یه چیز یک بار مصرفه، میدونی چی میگم؟ شما زیباترین فیلمی رو هم که توی تاریخ زندگیتون دیده باشین، پنج بار که میبینید دیگه نمیتونی ببینید دیگه. درسته همه زیر و بماشو دیگه میشناسی، نمیبینی. اما خداییش چند بار حافظ رو بخونی تا سیر بشی؟ درسته. چند بار مولانا رو بخونی تا سیر بشین؟ نمیشین. برای که مثل یک چشمه اینقدر همه جانبه است که میجوشه، میاد بیرون و قرنهای قرن میتونه آدمها رو سیراب بکنه. بله. برای اینکه به تشنگی روح ما جواب میده. قصه این که من امروز چی فکر میکنم، چی مده، کدوم هنر پیشه بهتره، اینا نیست. قصه روح منو سیراب میکنه، میدونین؟ من اون هنر رو به رسمیت میشناسم و اینا رو معمولا بهش میگم سرگرمی، میدونین؟ بله. سرگرمی. بله. که یعنی حالا مثلا من حالا یه عصر جمعه یه وقت دارم، حالا به دوستم زنگ میزنم پشت بریم به فیلم ببینیم، میریم مثلا یه دو ساعتی رو تو سینما میگذرونیم، بعدش میریم یه چیزی میخوریم و میریم خونه هامون. در این حده، میدونین؟ چیزی هیچ قسمتی از آفری هیچ قسمتی از وجود منو راضی نمیکنه. بله. جواب هیچ سوال منو نمیده، اما سرم رو گرم میکنه. چرا؟ شما میدونم خیلی بچه ها و کودکان رو دوست دارین. اگر توی ایران بخواین کاری برای کودکان بکنین چه میکنین؟ هیچ کاری از دستم بر نمیاد. چیکار میتونم بکنم؟ میدونین چون خیلی در این زمینه کمکاری میشه، حالا چه در موضوع هنر، چه در مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی و غیره. ولی فکر میکنین که مهمترین چیز، کاری که برای کودکان میشه کرد چیه؟ من اول بهتون میگم چه رویایی دارم. بله. چه خوابایی میبینم. من همیشه رویای اینو داشتم، نمیدونم، بعض وقتا با خدا صحبت میکنم، بهش میگم که خدایا قبل از مردن من این رویای منو عملی کن. دلم میخواد که واقعا جهان پر از گل بشه، هممون لای گلا گم بشیم. یعنی اینو دوست دارم، این آرزوی نهایی منه. حالا واسه بچه ها چی کار میشه کرد؟ خیلی کارا میشه کرد. ببینین اینا خیلی بیسیکه، خیلی اساسیه، یعنی آموزش و پرورش برای همه، برای همه. بله. که پدر مادرهای مسئول، پدر مادرهای باسواد، پدر مادرهایی که بتونن کتاب بخونن،
بتونن آموزش ببینن قبل از ازدواج، وقتی بچه دار میشن بتونن با هم تعامل بکنن. اینو این کار آموزش پرورشه، میدونی یه چیز بله. یه چیز سراسریه، این باید اتفاق بیفته. میدونین احساس امنیت باید به خانواده ها داده بشه، یعنی باید بیمه ها فعال بشن و احساس امنیت مالی کاری به آدما داده بشه که بتونه که کارشو بذاره کنار، بره دوتا کتاب بخونه و سوادشو ببره بالا. خیلی از جنایت هایی که تو دنیا اتفاق میفته ثمره جهله، ثمره ندونستن هاست، ثمره میدونین اهمیت ندادن به این قصه است. اینا باید اتفاق بیفته. تو خانواده بچه که به دنیا میاد باید پدر مادر انقدر هوشیاری داشته باشن و انقدر احساس مسئولیت داشته باشن که هیچ وقت انکار نشه وجود بچه. وجود بچه باید عشق بگیره، با عشق بزرگ بشه و بعد اون موقع است که مثل یه دونه دونه ای که شما میکارین رشد میکنه و خودش رو نشون میده که چیه. میدونین که اون هویت خودش رو و اون یگانگی خودش رو نشون میده، فقط تو این شرایطه. وگرنه من از دست من حقیر بیچاره چه برمیاد؟ فقط من میتونم آرزو داشته باشم. میدونین آرزوی این که واقعا یه روزی این چیزها اتفاق بیفته و نه تنها توی ایران، همه بچه‌هایی که به دنیا میان با همه پاکی و زیباییشون واقعا مثل گل، یعنی مثل یه دونه کاشته شده که بهش نرسیدن محو نشه، تو زمین از بین بره. میدونین بشکفه و خودش رو بتونه نشون بده. انشالله که همچین روزی رو ببینیم. انشالله. تفاوتی میان کار کمدی و درام قائلین، یعنی خودتون میتونید بگید که مثلا کمدی رو بیشتر دوست دارین یا درام رو؟ به تراژدی رو من کمدی رو دوست دارم، واسه اینکه مردم میخندونه خوشم میاد از کمدی و اما ژانرهای دیگرم به تبع حالا نوشته‌ای که داره آره میپسندم، لذت میبرم وقتی که واقعی یا درست باشه، خوبه، خوشم میاد. کسی در زندگیتون بوده که بتونید بگید مهمترین مشوق شما بوده در این؟ آقا اختیار دارین. آقا مشوق چیه؟ سنگ نمینداختن چی میگن؟ تشویق پیشکششون. آره نه نه هیچ وقت نه. میدونم که خیلی اهل مطالعه این، حتما فیلم زیاد میبینین، حالا شاید تو اون بخش به هر حال فرمودید که سرگرمی ماجرا و چند تا کلمه بگم، حستون رو کوتاه بگین. عشق؟ عشق خیلی کلمه قشنگیه، خیلی جام ازش سوء استفاده میشه و چیز خوبیه اگه واقعی باشه. آره خوبه. قدرت؟ کلمه‌ش هم حتی به نظرم میاد منو اذیت میکنه. قدرت چی هست؟ ما به عنوان آدم ها در قبال هستی، بله از اون منظر، آره از اون منظر اگه نگاه کنین قدرت یه چیز خندداریه، یه چیز اصلا استفاده واژه‌اش یه چیز خندداریه. ما هیچ کدوم آدم، یعنی انسان ها قدرت ندارن. قدرت وقتی دارن که البته کسی اینو نمیپذیره، که وقتی که وجود خودشون رو محو بکنن اون موقع قدرتمند میشن. بله. قدرتمند خیلی کم داشتیم ما در طول تاریخ. بله. به زورشو داشتیم، به زور فراوون داشتیم، اما قدرتمند واقعی بسیار کم داشتیم. بله. چند تا کلمه میگم که یکیشو انتخاب کنید. عشق، احترام. احترام. شب یا روز؟ روز حتما. روز. رؤیا، واقعیت. واقعیت. کتاب، موسیقی. موسیقی. الان. سرعت و سکوت. 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 دیدن و شنیدن. دیدن. دیدن. بسیار عالی. خب خستتون نمی کنم. خیلی به نظرم گفتگوی جذابی بود. میتونم ساعت‌ها بشینم و حرف بزنیم و ما لذت ببریم از نگاه شما به زندگی.
من عذرخواهی میکنم برای اینکه شما بهشون گفتم پشت صحنه واقعا سلطان تنازان ایرانن. واقعا و من متاسفم که من وجودن آدم ظاهرا جدی هستم و امکان بروز زیبایی های طنز شما رو بهتون ندادم. من عاشق این جور بحث های ریشه‌ای و عمیق و این مدلی که شما فرمودین اتفاقا هستم. خب خدا رو شکر. آره واقعا خدا رو شکر و خیلی به نظرم جذاب بود. موضوعی هست که دوست داشتین اینجا بگین یا دوست دارین اینجا بگین توی حرفای ما نبوده باشه، فکر میکنید لازمه گفتنش در هر زمینه؟ پرسیدین عالی، مرسی. مرسی که دعوت کردین منو به برنامه‌تون. ممنون که تشریف آوردین. ممنونم. مرسی از شما که صبوری کردین و حرفای من گوش دادین و ببخشید اگر خستتون کردم. معذرت میخوام. من یه نکته عرض کنم. به هر حال این سختگیری شما در این حرفه خیلی خیلی قابل ستایشه، نشان دهنده اینه که چقدر اهمیت قائلین برای حرفتون. ولی به هر حال ما دلمون تنگه. امیدوارم که زودتر شما رو، همه مردم، یعنی اینو از طرف همه میگم، در سینما، در سریال و در تلویزیون ببینیم. خیلی به نظرم گفتگوی جذابی بود، خیلی آموختیم هممون و خیلی خانم مهین ترابی در کار حرفه‌ای‌اند، خیلی مهربانند به شدت و دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه همینطور درخشان باشین، سلامت باشین و بهترین ها رو براتون آرزو. زنده باشین. متشکرم. خیلی ممنونم. بله، چقدر گفتگوی جذابی بود و من سوال آخر رو یادم رفت بپرسم که احساس خوشبختی میکنند یا نه، اما به نظرم در طول گفتگو به این سوال جواب دادن، از نوع نگاهشون به زندگی، از اینکه اینقدر رهان و این مجموعه اینها. بله، احساس خوشبختیه. خب راجب آموزش پرورش میگفتیم و اینها، راجب کنکور میگفتیم. درسته که پشت کنکور و ورودی دانشگاه جیب یه عده‌ای داره، چجوری پر میشه وای، اما حداقل دلخوشیم به این که یه تعداد کارشناس زبده از دانشگاه خارج میشن و یه باری رو از رودوش کشور بر میدارن. طرف با ماشین تصادف کرده، ماشینه یه جوری له شده، نگاش میکنی فکر میکنی جامسواکیه. کارشناس فرستادن که ببینه چرا این هیچ کدوم از ایربگاش باز نشدن. کارشناس دو دور اطراف ماشین میچرخه، میگه مشکلی نیست، چون از پشت زدی ایربگا فهمیدن مقصری باز نشدن. یکی دیگه تو حبسه، امیدش اینه که شرکتشو بفروشه، پول طلبکارا رو بده بیاد بیرون. کارشناس رفته رو شرکت قیمت گذاشته منفی 600 میلیارد تومان، یعنی گفته هر کی صاحب اینجا بشه 600 میلیارد ضرر میکنه. طرف از عمومی بردن انفرادی اصلا بعد کارشناسی. خلاصه اگه میخواین برین دانشگاه، چیزی که زیاد تو بازار بسته های کمک آموزشیه. زنگ میزنید میارن در خونه، با یه قیافه ناراحت در رو باز میکنین. تبلیغا رو دیدین؟ بسته رو که میبینین 32 تا دندونتون دیده میشه. میان تو تلویزیون میگن انتگرال خیلی ساده است، در واقع مثل انار دون شده میمونه، شما فقط باید گلپر و نمک روش بپاشی. دیدین این چیزا آموزش های سرعتی رو؟ شگفت‌انگیزه. من یه وقتایی میشه، من که اصلا نمیدونم دو به علاوه هفت میشه چند، ولی یه چیزایی یعنی میگه که اینو جذر این مساوی این ان فلان تو شد، تموم شد، این همینه.
یعنی سه روز طول میکشه که اصلا شما اصلا صورت مسئله بفهمید چی هست در عرض 10 ثانیه و ما هم میفهمیم. بله ما میفهمیم، میفهمیم همه، و اینا تو کتاب هست. اگه نیاز به میگن تو تبلیغات باز اینم میگن، اگر اینو میگن، میگن اگه نیاز به مثال های بیشتر دارین جزوه های ما رو تهیه کنین. بعد جزوه ها رو تهیه میکنین، اونجا فقط 2 تا 3 تا مثال حل شده هست. میگه اگه بیشتر میخواین باید خودمون رو تهیه کنین. تماس میگیری که خودشون رو تهیه کنی، میگن مشکلی نیست، 2 میام تا 3 و ربع، 1 ساعتش البته نهاره. بله نظرات شما رو بخون تا جا بفرمی. نه نمیشینم، مزاحم تو نمیشم. نه اختیار دید. من فقط میخواستم به سوال آقای مدیری جواب بدم. من خیلی خوشبختم، خدا رو شکر میکنم خیلی خوشبختم. میخواستم یه موقع نشه یه جوری که شب خوابتون نبره. بخش خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خدا رو شکر، خیلی ممنون، خیلی هم عالی. بله خیلی هم جذاب و عالی بود. و کامنت های شما رو بخونم. در این شرایط سخت اقتصادی نباید چاق بشیم نه لاغر، چون توان خرید لباس های سایز خودمون رو دوباره نداریم. همینی که هستیم بمونید. تنها کاری که در کلاس آنلاین میکنم، هر 10 دقیقه یه بار لای چشممو باز میکنم میگم استاد صداتون قطع شد، دوباره میخوابم. روز جهانی چای هم داریم. واقعا جا داره عشقم رو بهش ابراز کنم که پر از آرامش، سکوت و احترامه. شبایی که خوابم نمیبره یه جوری که مغزم بشنوه میگم خب بریم یه کتاب بخونیم، سری میخوابه. مامان بزرگم، ای خدا الهی بگردم، این خیلی بامزه. مامان بزرگم هر وقت میره جوراب بخره چند تا از شیرالات خونرم با خودش میبره امتحان کنه ببینه جوراب سر این میره یا نه. الهی قربونتون برم، هرچی مادر بزرگ و پدر بزرگه. یا خانم یا آقا. و خانم بفرمایین. بله آقا بفرمایین. اون آقا هم یه جوری مظلومانه دستشو بلند کرد، هم دفعه اول هم دفعه دوم جیگرم کباب. آقا شما هم بیاین. نه نه شما. بله 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 بفرم بفرمی. شغل شما؟ شغلم آزاده. آزاده شما؟ بنده فرهنگی هستم. فرهنگی هستی، خیلی عالی. شما؟ من آزاد، آزاد توی بازار کار میکنم. شغل آزاد، بسیار عالی. درخت زیتون چند سال عمر میکنه معمولا؟ یه بار پرسیده بودیم اینو فکر کنم 30 سال. چه بهتر. 30 سال. شما چی؟ از مافیای زیتون باید بپرسیم. نه واقعا فکر می‌کنی 7 سال. 20 سال. 20 سال. حدود 1500 سال. آخه جناب مدیری وقتی تو حیاتا میکارن زیاد بزرگ میشه دیگه، ورش میدارن دیگه، ورش نمیدونیم چقدر عمر میکنه. آره خب، آره خب، ولی در علم اینجوریه فکر میکنم. در کدام کشور بیشترین میزان طلای شخصی وجود داره؟ نمیشه سآله آسون تر بپرسین؟ هند. هند، بله بله. مغز
از چند سالگی دیگه بیشتر رشد نمیکنه؟ 5 سالگی. یعنی ما مغزمون انقدر الان میمونده 25 سال های مدیم 25 سال 15 سال از دماغ فیل افتاده طرف. یعنی چی؟ یعنی که دیگه از اون اصالت و اون چجوری بگم خانو از دماغ فیل میگن طرف از دماغ فیل افتاده. آها، یعنی خودشو انقدر بالا میگیره ولی در حد و شخصیت اون غرور. بله، آره میزش. مغرور، خود راضیه فلانه. خب ببخشید، خواهش میکنم. یک رمان معروف در مورد جنگ های امریکا که فیلم معروفی هم از روی اون ساخته شد. همینجوری مظلوم بی خودی دست بود. 24 اون مغزو گفتم، اما 15 سالگی بود برباد رفته. درسته؟ بله. نویسنده کتاب شازده کوچولو. شازده کوچولو شعر بخونه. یه خط میدونم. یه خط بگی بالا بگیر. خط بعدیشو شما بگو. یوسف گمگشته بازایت به کنعان غم مخور. بله. اگه اجازه بدید میخوام یه شعر در خصوص حال هوای امروز کشورمون بخونم. بفرمی. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشایند که دامت نهند آدمی. واقعا لازمه که تو این حال هوای ذره هوای هم نوامونو داشته باشی. بسیار عالی. بله درسته کاملا. بفرمی. میشه ما خانوما شعر نخونی؟ نه آخه فقط شعرهای کودکیمون یادمون. از طرف همه خانوما چرا گفتین؟ آخه خانوما اصولا فقط شعرهای کودکیشون یادشون. چرا؟ دیگه خیلی از خانوم ها انقدر شعر میدونن و میخونن. و حالا یه دونه بگی. میشه 100 دانه یاقوتو بخونی؟ میشه بخونی؟ خسته نباشید میگم. زحمت شد تا اینجا هم اومدین. نه خواهش برم. 100 دانه یاقوتو بخونین. چند سالتونه؟ 31. 31. و شغلتون چیه در بازار؟ من توی بازار حسابداری کار میکنم. 31 سالتونه در بازار هم کار میکنید؟ بس 100 دانه یاقوت. آخه ببینید کارمون اصلا با شعر نیست. الان شما هر سالی که راجع به هر چیزی که توی بازار شغل منو بپرسید من به شما جواب. الان فرش خوب متری چند؟ ما با فرش کار نمیکنیم. ما کارمون MDF و چوب و اینجور چیز هست. MDF گرونه؟ الان توی این بازار ارزونتر شده. ارزونتر شده ولی چوب گرونه. چوب گرونه. الان چوب که چوب روس گرونه. چوب روس گرونه. بله. همه رو جواب دادن. بیا. متشکرم. 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 ببینیم. بله. حرف آخر رو بگیم. در مورد کنکور و عجایبش میتونیم حداقل 5 تا برنامه دیگه هم ضبط کنیم. طرف رتبه 3 کشوری رو به دست آورده، بعد رشته ای رو انتخاب کرده که 2 دانشگاه بیشتر ندارتش. هر دانشگاه هم 2 نفر ازش بیشتر پذیرش ندارن. یعنی 100% میشه اما نشده. آمار وجود داره. از 40 نفر اول کنکور 20 نفر در تهران تحصیل کردن و 99%شون یا استعدادهای درخشانن یا در مدارس غیر دولتی تحصیل کردن. بدون تعارف باید گفت فرق هست بین کیفیت آموزشی مدارسی که حداقل حقوق رو به معلم میدن و مدارسی که به واسطه دریافت شهریه های بالا دبیران برگزیده رو جذب میکنن. فرق هست بین مدارسی که در شیفت دوم برای بچه ها کلاس کنکور میذارن و مدارسی که برای برگزاری
کلاس‌های عادی خودشون هم امکانات لازم رو ندارن. میگن خطرناکترین شکاف طبقاتی در جامعه شکاف آموزشیه، چون میتونه زمینه ساز انواع عقده‌ها و جرائم ریز و درشت باشه. خیلی ممنونم که امشب همچنان گرم و با عشق کنار ما بودین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بهترین ها رو آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار همه. متشکرم. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.